الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداك بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أيام شهادة باب الحوائج امام موسى بن جعفر علیه السلام، امام کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. امشب شب بسیار عجیبی هست، هم شب چهارشنبه شب توسل و هم شب شهادت باب الحوائج. هر کسی که این برنامه رو میبیند یا هر کسی که در این مجلس حضور دارد، یکی از بهترین مناسبت‌هایی است که هر کس حاجتی دارد ان شاء الله به این باب الحوائج الی الله ان شاء الله دست توسل بزنه، چون ما همه ائمه معصومین علیهم السلام باب الحوائج هستند. ولی بعضی از معصومین علیهم السلام مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام ملقب به باب الحوائج هست. ابوالفضل عباس علیه السلام هم باب الحوائج هست و حضرت رقیه سلام الله علیها را هم فرمودن ملقب و باب الحوائج است. لذا بنده یک بحث کوتاهی را انتخاب کردم، چون معمولا شبهای چهارشنبه، شبهای جمعه، خب چون دعای توسل خوانده می شود یک قسمت وقت اونجاست، یک قسمت کوتاهی هم سخنرانی. من یک حدیثی را انتخاب کردم که این هم در کتاب‌های معتبر حدیثی هست، هم به یک شکلی در نهج البلاغه هم آمده است، یعنی حدیث معتبر است. و بعد می‌خواهم از این حدیث یک داستانی را از امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض بکنم. آقا امام علی علیه السلام فرمودند قوام الدین به اربعه. این قوام دین، اساس دین، ارکان دین، به اصطلاح به درد بخورهای دین، یا من این تعبیر رو عرض میکنم، این ترجمه نیست، این به اصطلاح چهارچرخ دین روی این چهار طبقه میچرخه. یعنی شما یک ماشین رو تصور بکنید، یک موتر رو تصور بکنید، خب حداقل چهار تا به اصطلاح چرخ یا تیر داشته باشه. یکی از این اگر نباشد دیگه اون موتر و اون ماشین از حرکت میفتد. فرمودن دین هم روی این چهار رکن استوار هست، اسلام هم، مذهب هم، دین هم با همین چهار چرخ میچرخه. اگر یکی از اینا ناقص بشود دیگر که انه از حرکت میمانه. حالا ببینیم ما در کدام دسته این هستیم. اول فرمودن به عالم ناطق مستعمل علمه. اول این که یک رکن دین روی یک عالمی که ناطق هم باشد، یعنی گوینده باشد و از علمش استفاده بکنه. عالمی که مثلا 30 سال 40 سال درس خوانده، رفته گوشه اختیار کرده، اصلا حرف نمیزنن. خب میگیم چرا حرف نمیزنی؟ میگه خب به اصطلاح اگر حرف بزنیم مردم اشکال میگیرن. خب این بدرد نمیخوره. خب باید بله که الان قبل از این منبر با جاها صحبت میکردیم، گفتیم که آجه هم فرمودن، آجه های سیزکی حسینی فرمودن بالاخره در بین جملات یک اشتباهی صورت میگیره. ما مرز کردیم یک وقت در المسجد المهدی عبدالله تعالی فرجه شریف که رسمن خداحافظی گرفتیم، عرض کردیم در یک ساعت صحبت صدها جلسه است، صدها جمله است. خب این در صد جمله یک جمله که مسلمن اشتباه است، یا اشتباهی لفظی، یا اشتباهی ادبی، یا گرامری، یا محتوایی. و بالاخره اون شما روی اون 99 جمله دیگر تمرکز بکنید. ما مثلا مگس نباشیم که مگس اخلاقش این هست مثلا همه جا رها میکنه، همون قسمتی که بد هست همون جا رو میره.
نه باید همه رو ببینیم. یا مثلا یک پارچه سفید اگر باشه، خب بعضیا میگن خب خیلی پارچه خوب است، بعضی یک نقطه سیاهی که در وسط باشه میگه این سیاه است. نه، ما کلی باید ببینیم. فهمیدم که اگر عالمی باشد که این عالم از علمش استفاده بکند، علمش رو در اختیار دیگران قرار بدهد و اهل عمل هم باشد، این پس یک رکن دین است، یک چرخ دین به اصطلاح امروزی اگر بگیم، یک تیر موتر است. دوم فرمودن و به غنی لا یبخل به فضلهی علی اهل دین الله. دومین رکن، دومین طبقه و دومین چرخ ماشین اسلام روی اغنیا میچرخه، روی ثروتمندان، روی پولدارها، که الحمدلله در این اجتماع الحمدلله زن و مرد ما پولدار هستیم. ما میگیم پولدار وقتی بلگیتس به اصطلاح مقایسه نکنیم که با اون به اصطلاح، نه، این نمیگه که دست ما به دهان ما میرسه، این غنی هستیم. غنی به اصطلاح ضد چی است یا اپوزیت چی است؟ فقیر. خب اگه ما بگیم غنی هستی میگه نیستم، پس بگیم فقیر هستی میگه نیستم. خب یعنی فقیر که نبود، یعنی غنی هستی، همین که دستت به دهنت میرسه پس جزء اغنیا هستی از لحاظ مالی. خب غنی اصلی که خود خدا هست، یعنی از لحاظ مالی و مادی پس غنی هست. پس اگر عالم نیستیم، خب همه الحمدلله در این جلسه عالم هست، عالمه هست، این بخش دیگر غنی که هستیم. حالا من همین بخش رو کلیک میکنم، انشاءالله این داستان رو روی همین عرض میکنم. و سوم فرمودن و به جاه و به فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. سومین چرخ دین، رکن دین روی این افراد هست که فقیری که دینش رو بر دنیای خود سودا نکنه، آخرتش رو به خاطر دنیا نفروشه. الان متاسفانه خب خیلی ها فقیر هستن در افغانستان، در این طرف اون طرف، خیلی ها آخرت رو بر دین فروختن، به یک رأی بفروشن، به 1000 افغانی و 500 افغانی. خب این سرنوشت کل ملت هست، و 500 افغانی به یک به اصطلاح شکم غذا، بعضا به اصطلاح رأی به تغییر میده، سرنوشت یک ملت تغییر میکنن. خب سومینش فرمودن و به جاهل لا یتکبر عن طلب العلم. چهارمین چرخ دین و اسلام و رکن دین و طبقه چهارم، این افرادی هست که جاهل هست. جاهل این نیست که به اصطلاح هست، یعنی همه ما جاهل هستیم، همه ما در مرتبه از جهالت قرار داریم. جهالت که این نیست که به اصطلاح بگیم پس جاهل، نه، هر کس یک مقدار اون چیز را که نمیداند. این افرادی که نمیداند تکبر بکنه، بگه خب حالا دیگه ما از سن و علم ما گذاشته، ما چطور بیاییم به اصطلاح حمد و سوره خود اصلاح بکنیم، چطور بیاییم نماز خود اصلاح بکنیم، چطور بیاییم یک سوال را بگیم، شرم از خجالت است بر ما، یک حکم را سوال بکنیم، بیاییم به اصطلاح تفسیر قرآن بخوانیم، بیاییم قرآن خود اصلاح بکنیم. از ما گذاشته؟ نه، از ما نگذاشته. اطلب العلم من المهد الى اللحد، از زگهواره تا گور دانش بجوی. همیشه ما باید دانشجو باشیم. به اصطلاح یکی از علمای بزرگ، یکی از مجتهدین کشور ما می‌فرمودن کسی اگه گفتم فارغ التحصیل هستم بفهم به سواد است، چون هیچ کسی فارغ التحصیل در اینجا نیست. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی ایشان با اون عظمتش می‌فرماید رب زدنی علما، خدای علم مرا زیاد بکن، که علم اولین و آخرین دست پیامبر بود، عالمتر از پیامبر کسی نبود. باز هم بفرماید علم مرا زیاد کن. همیشه به اصطلاح ما باید دانشجو باشیم، همیشه دنبال طلب علم باشیم. حالا این سه تا چرخ یا سه تا طبقه را با کار نداریم. یک طبقه ای که غنی، یعنی همه ما به اصطلاح الحمدلله دست ما و دهان ما میرسیم. یکی از چیزهایی که خیلی به اصطلاح در دین اسلام و مخصوصا در مذهب ما حقیر واقع شده، بخش وجوهات است. یعنی یک وقت ما در دانشگاه کابل یک درس بود به نام ثقافت اسلامی، جبری بود باید میخوانده بیدن. خب این جزویش را به اصطلاح اون جزویی که ما در این سالهای اخیر میخواندیم
مثلا این جزویش هم سیاف نوشته کرده بود، سیافی که اون هم به اصطلاح آدم کش، خب ثقافت اسلامی نوشته، ما مجبور بودیم کوره بخوانیم. خب این جزویش به همونجا به اصطلاح در که او رو اون جزوه هم به اصطلاح در سال 71 نوشته بوده، در سالی که مجاهدین تازه آمده بوده. خب مثلا حدود چند میشه 71 تا 1400 تقریبا 29 سال پیش. در اون قسمت آورده بود که خب این در عربستان اینجا چی بود؟ که ثروت یک تاجر در عربستان اینقدر هست و اگر این طلا زکات شه بده کل افغانستان بس است. واقعا همینطور هست. به اصطلاح خداوند وقتی که مخلوقی را خلق میکند به تمام و کمال همه چیزی را در نظر میگیره. ما چطور به اصطلاح جوانها را میگیم خب چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه مشکل مالی داره. بعضی که ازدواج کرده چرا بچه نمیاری؟ میگه باشه من فکر مالی شه بکنم. ما که اینقدر ضعیف هستیم به فکر مالی هستیم. خدا با اون عظمت به فکر بودجه ما نبوده. به اصطلاح خداوند برای همه به اندازه کافی در این دنیا ثروت عنایت کرده. و اون تئوری های قدیم اقتصاد بوده که میگفت که انسان ها زیاد میشه و منابع اقتصادی کم هست. منابع اقتصادی کم هست. لذا به اصطلاح یک وقت میشه که آدم آدم میخوره. اینطوری نیست. خداوند خودش که وقتی خلق میکنه منابعش هم به وجود میاره. یک وقت به اصطلاح از یکی از وزیران نفت عربستان سوال کردن که شما اینقدر که نفت میفروشین آینده تا فکر نکردین؟ البته اونا جواب علمی نداد. به اصطلاح یعنی جواب از اونا به اصطلاح سرمستی است. از اینکه به اصطلاح میگن اون روز خدا فکر میکنه. او در جواب گفت که یک وقت دوره حجر بود، دوره سنگ. سنگ بر مردم ارزش داشت که به حساب با سنگ زمین شخم میزد. الان اون سنگ دیگه فایده نداره. یعنی یک وقتی تیل هم به اصطلاح حکم عبور پیدا میکنه. انرژی هایی میایه که اصلا دیگه تیل دیگه به حساب به ارزش میشه. لذا با استفاده میکنه. لذا هر مقداری که انسان مخلوق اضافه میکنه به همون مقدار تولید طبیعت زیاد میشه. این اعتقاد ما هست. پس به صورت فرمولی مشکل در تولید نیست، مشکل در چی هست؟ در توزیع هست. ما اگر بیاییم وجوهات خود را پرداخت بکنیم، تمام مسلمان ها بیاییم زکات خود را پرداخت بکنیم، اصلا نمیخوای اضافه. زکاتی که در فقه اهل سنت نیم درصد هست، همون زکات بده، فقیری در هیچ کشور اسلامی پیدا نمیشه. و اگر ما بیاییم همین شیعیان بیاید خمس خود را بدن، یک فقیر در کل عالم تشیع پیدا نمیشه. این داستان رو بر چی عرض کردم؟ اینها رو به خاطر چی عرض کردم؟ به خاطر این که یک چرخ اسلام امام علی علیه السلام فرمود روی اغنیا بچرخ. اگر عالم هر چقدر داد بزنه، جاهل هم بره دنبال علم دست بکنه، اون فقیر هم صبر بکنه، اغنیا دست خود را باز نکنه، هم وجوهات خود پرداخت نکنه، نه حوزه علمیه میچرخه، نه دین میچرخه، نه اسلام. حالا من این داستان رو عرض میکنم و یک توسل التماس دعا. در زمان امام صادق علیه السلام، خب شیعیان از اطراف اکناف عالم وجوهات رو میفرستادن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. در نیشابور اینه در کتابهای مختلف هم آمده است و مرحوم کافی هم اینه نقل کرده که من اسنادم بدهم که همینطوری از پیش خود داستان سرایی نمیکنم. خب میفرماید که در از نیشابور که یک شهر کوچک هست، شما ببینید از یک شهر که اگر بخواهد خمس بدهد به کجا میرسه؟ آقا خان هیچ چیز نداره جز ده ثروتمندترین مردان جهان که میشه. به خاطر همین خمس هست که یک تعداد کم اسماعیلیه میدن که در نفوس شیعه یک درصد هم نمیشه. خب اینها آمدن این خمس و وجوهات خود را جمع کردن، حدود 50,000 درهم شد، 30,000 دینار، 2,000 دست لباس. این بار شطورها شد. خب گفتن کی بره به اصطلاح اینو بره؟ گفتن محمد ابن علی نیشابوری. این یک شخصیت با آدم متقی است. این سر قابله کاروان باشه. اینها رو ببر به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. خب این شطورها بار زده شد، حرکت کرد. همینی که میخواست از نیشابور خارج بشود یک پیرزن آمد. پیرزن آمد گفت من میدانم که بارهای شما پر از شطر و درهم و دینار هست، ولی من هم سر سال دارم، من یک ریسنده هستم، یعنی یک چرخه دارم که به حساب پش میکنم. سر سال ما هم رسیده و 20 دلار 20 درهم اضافه است، 4 درهمش نه من میتونم خمسی را بده به امام صادق.
و از پارچه ها یک تیکه کرباس اضافه مانده که این حساب خمسش هست اینا بده. خب اینا رو میگرفت و حرکت کرد، آمد مدینه. در مدینه وقت رسید که دید مدینه عزادار هست. خب چی شده؟ امام صادق علیه السلام از دار دنیا رحلت برد. این خیلی متاثر شد. حالا اینا رو به کی بدم؟ امانت های مردم. خب کجا بریم؟ رفتن به اصطلاح، خب داستانش طولانیست، پیش عبدالله افتر کی به اسلام تا رسیدن به امام موسی بن جعفر علیه السلام. بعد این مردم گفته بود که در مدینه خودتون نمیشناسی امام کی هست، به حساب عکس و تصویر و فیلمبرداری اونجا نیست. ما 70 تا سوال در نامه های مختلف نوشتیم سربسته، امام باید تمامی رو پاسخ بده بدون اینکه بخونه. این نشانه امام. خب رفتن به اسلام. این امام موسی بن جعفر علیه السلام وقتی که این آقا رو ملاقات کرد، امام فهمیدن که تمام اون نامه ها پاسخ داده شده است. خودت باز خوبی بید. یکی یکی سوال کرد. حالا من میخواستم اونا رو بگم ولی وقت زیاد گرفته میشه. خب این نامه ها رو بعدش آمده در تاریخ که چی سوال بوده چی جواب، امام همیشه جواب داده. خب این وجوهات رو به اسلام آقا فهمیدن، همه اینها رو برگردن. ما یک درهم و دینار اینا رو قبول نمیدیم. چرا آقا؟ آقای ما موسی بن جعفر این همه رو قبول. چرا آقا؟ به خاطر اینا که از مذهب ما گشتن، اینا افتحی مذهب شدن، لذا اونا من به عنوان امام قبول ندارن، برگردن همه ایمان. ما این عرض میکنیم بعضی ها که ما میریم خمسش رو حساب میکنیم، بگیم این یک توفیق الهی است. این اذن الهی بوده که به حساب تو میتونی این کار بکنی، وگرنه خیلی ها صفت های گذافی داشتن نتونستن این کار بکنن. وصیت کردن که بعد از من شما خمسه جدا بکنید. خودت وقتی جدا نکردی بچه چطور میکنه؟ خب این بعد وقتی که میخواست بره گفت فرمودن پس همون چهار درهمی که از اون پیرزن است و اون تیکه کرباس رو بر ما بده، اون رو ما قبول میکنیم. به اصطلاح این رم دادن. آقای ما موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که این آیه را شنیدی یا نشنیدی؟ از که کدام آیه؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که یک حسنه بدهد باید 10 برابر جبران کنه. لذا این پیرزن 4 درهم داده، ما 40 درهم برش پس میدیم. این یک کرباس داره، ما عوضش اون کفنه که بر خودم آماده کردن اون رو برش میدیم. اینا رو ببر و بگو بعد از این مدت کوتاه، داستان طولانی است، از دنیا میری، شما با این کفن این رو کفن بکنید، ولی نماز جنازیش من خودم میام میخونم. داستانش خیلی طولانی است. خب آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام اینها رو دادن و این آقا آمد و برگشت. آمد که چی شد؟ گفت همه این مالها رو به اصطلاح امام قبول نکرد. اینه که خمس کسی داره نمیتونه، یعنی امام قبول نکرده. اگر امام قبول میکرد این محبت مال از دل ما کنده بشه. خب بعد این پیرزن که من فقط از سوره قبول کرد، این هم به اصطلاح 40 درهم و این هم کفن، این کفن قدرش هم بدون. این پیرزن رو بله چون هدیه امام هست. گفت نه، امام فرمود که این کفن تنبیش مال پدک مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این رو خواهر ما خودش با دستان خود بافته، این رو ما بفتند. بالاخره این همینطور شد. این خانم چند روز بعد از دنیا رفت و امام هم به صورت ناشناس آمد و این نماز را خواند. پس کل داستان این هست که این پول ها میای و میره. ما بر خود تبلیغ نمیکنیم. ما الحمدلله در این کشور احتیاج نداریم. بالاخره یک بخور و نمیر به حساب پیدا میکنیم. اگر من در افغانستانی گپ میزدم یا در ایران گپ میزدم، شاید می خودش برسنه مونده اومده این حرفا رو بزنه. و این پول را هم به اصطلاح من بعضی ها رو به توفیق یافتن آمدن حساب کردن بعد رفتن دنبال کارشون. خب این توفیق به اصطلاح به بعضی ها میرسه که یک حساب میکنن، بعضی ها به اصطلاح حساب میکنن چند سال دیگه اصلا خبر نمیشه، بعضی ها مثلا 3-4 سال از میگن توفیق نشده که ما حساب ما میکنیم. ما اجازهشون بر شما میگیریم، اجازهشون بارا میگیریم که خودتان به فقرا بده، خودتان به اصطلاح اصلا به منته به ما اجازهشون میگیریم، ولی برسن به داد این فقرا، این مظلومین، این بیچارگان. در این ایام مثلا در افغانستان نوروز میشه، سال نو میشه، خب بچه ها چی میکنن؟
خب سال نو همه این لباس نو میپوشن، بچه های فقیر روی اینها نگاه میکنن. بعد کم کم ماه رمضان میشه، این پول ها بر ما نمیمانه. حالا ما نمیگیم که اضافه خرچی رو به همون وجوهات و الحمدلله در این جمع هست، این رو به عنوان تیمن و تذکر عرض کردم برای کسانی که اینجا هستن و کسانی که این برنامه رو میدونن. لذاست که امام علی علیه السلام فرمودن قوام دین و اساس دین و ارکان دین روی چهار طبقه هست. یک عده علما اون صفت ها رو داشته باشه، یک عده اغنیا که اینها به اصطلاح اهل وجوهات باشد، اهل کمک و اهل رسیدگی باشد، یک عده افرادی که نمیدانن برن دنبال علم، و یک عده فقرایی که باید عزت خود را نفروشن. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگردانه، به اون چه که وظیفه ماست عمل بکنیم. صلوات خواهد برمایید. خب شب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام باب الحوائج الالله است. امشب امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و فرزندان بزرگوار امام موسی بن جعفر علیه السلام که کثیر النسل هستند، یعنی نصف سادات در جهان موسوی هستند، خدا به برکت به نسل امام موسی بن جعفر علیه السلام عنایت فرمود، در حالی که آباد زندانی کرده بودند که نسلی نداشتند. اینها همه عزادار هستند. امشب می‌خوایم چند کلمه عرض توسل به این باب و حوائج الالله. هر کس حاجت دارد، مشکل دارد، حاجت‌ها و مشکلات رو در نظر بگیرید. اونایی که برنامه رو به طور مستقیم نگاه می‌کنند، خیلی را التماس دعا گفتن. امشب یک ارتباط خاصی در این شب دعای توسل، در این شب چهارشنبه و با این باب و حوائج برقرار بود. صلی الله علیکم یا مظلوم، یا اهل بیت النبوه، به یارب یارب شب زنده داران، به امید دل امید باران، به آه سینه طفلان کن خدا را از کنج زندان. جمله درباره امام موسی بن جعفر آمده، لا یزال ینتقل من سجن الى سجن، آمار از این زندان به این زندان دیگر منتقل می کرده. بعضی از زندانی ها یک مقدار ملاحظه داشته، اما بعضی از زندانبان ها خیلی ظالم بوده. آی آی آخرین زندانبان زد سندی ابن شاهه که این یک مرد یهودی بود، اون قدر بیرحم بود، هر وقتی وارد زندان میشد با تازیانه به بدن نازنین موسی بن جعفر. آی نمیدانم این روایت درسته یا نه، آقا را در چاه زندانی کرده بوده، آقا برای این که خیلی نفسش تنگ میشد با زحمت خودش رو بالا می آورد، یک مقدار نفس بکشد و پایین می آمد. اما این زندان آخر اونقدر به آقا سخت گذاشت، دیگر دعا فرمود آقایا خدایا من رو از این زندان دیگه نجات بده، من رو با اجداد طاهرینم یک جا بکنم. اله من چاه شده بسترم، به چهره جد نکو منظرم، به پهلوی شکسته مادرم، به عشق چشم فاطمه دخترم. من که دیگر از نفس
مقدم بالاخره بعد از سال آقای من رو میبینیم. یکی به دیگه میگم روتن اگر آقا رو میبینم دستش رو میبوسم. یکی میگه اگر آقا رو میبینم خودم رو روی قدمهایش میندازم. شیعان گرم گفتگو و منتظر گلها در دستایشان مقابل زندایا. یک وقت دیدن چهار حمایان یک تابوت را بیرون آورده. یک ظالمی جنم آمده صدا میزند هادای ما مرده بابا فعرفو. این پیشوای رافضیانه بشناسی. آقا را روی پل گذاشتن رها کردن و رفتن. همه شیعان آمدن خودشون رو بالای تابوت موسی بن جعفر. اما آمدن خواستن بلند کنن تابوت امام موسی بن جعفر رو نمیتوانستن. آقایی که 14 سال زندان هست ضعیف شده چرا اینقدر سنگینه؟ یک وقت این چادر تابوت رو کنار زده دیدن هنوز خل و زنجیر به دست آقا. اما آقا را بردن با احترام تشییع کردن با احترام دفن کردن. حمام بدن تشییع با شکوهی شد کفن قیمتی به بدن آقا پوشاندن. اما لایم که یوم کلاب و عبدالله دلها می سوزد بر جد غریبت حسین. امام سجاد وقتی صدا زد بنی اسد کفنی بیارید برای بابای مظلومم حسین. صدا زدن کفن نداریم از فرمودن یک قطع حسیر و بوریایی بیارید. مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود. صلی الله علیه یا مظلوم یا اهل بیت النبوه. السلام علی الحسین. وعلى أولاد المسلمين وعلى أصحاب المسلمين بنيابت همه اموات پدران مادران حقداران استادان اونهایی که از دار دنیا رحلت فرمودن حضرت آیت الله مهدوی همه اونهایی که در این مجلس ها بودن از دنیا رفتن همه اونها که علاقمند به امام موسی بن جعفر علیه السلام بودن و نیابت همه اونها برای رفع و دفع همه مشکلات برآورده شدن حاجات یک بار دیگر. السلام علی الحسین و علی علی بن حسین و بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة بأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها من آلهاي دل إمام موسى بن جعفر عليه السلام در قعر چا. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج
والعافية والنصر وجعلنا من خير عبانه وانصاره. خدای کریم و رحیم و پروردگار فرج آقای امام زمان معجل ما را جمله عبان و انصار حضرتش قرار بده، توفیق زمین سازی ظهور اون حضرت را به ما عنایت بگردان. خدای کریم و رحیم و پروردگار حاجات مشروع همه مؤمنین و مؤمنات، حاجات مشروع این جمع از صابر آورده به خیر بگردان. عاقبت خود ما، نسل ما و نسل های ما بعد ما را به خیر بگردان. مشکلات همه مؤمنین و مؤمنات، مشکلات این جمع از صاحب برکت ما موسی بن جعفر علیه السلام حل و فصل بگردان. خدایا کریم و رحیم و پروردگارا همه اونهایی که مریض هستن، مریضی های روحی و جسمی، از همه مؤمنین و مؤمنات متمسین دعا این جمع از صاحب شفای عاجل و کامل عنایت بگردان. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.